من به طرف میگم عزیزم من 5 میلیون میگیرم کون میدم همین. خب مردا صداقت رو میخوان. اگه امروز من یه کون با صداقتم یه کون معروفم و همه دنیا برای من احترام میذارن، چون من سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم، من نونه حروم نخوردم، من صداقت دارم عزیزم، من ولی 5 تومن میگیرم کون میدم. من درست صورتم دخترون است ولی پسرم. خیلی ها هستن علیکی فقط صورتشون رو دخترانه میکنن، پول مردا رو میخورن. خیلی ها تو برنامه میان میرن طرف کیر داره لاپاش. درست هادی؟ هادی خود مگه سپرایز نشدی؟ بله تفکر کردی دختر رفتی لاپاش کیر داشت؟ بله خب بیا جا. خانم لیدا، خانم جمیله، امروز اگه من تو این جایگاه نشستم چون صداقت داشتم، همین خود هادی که انقدر دیگه زرنگه، یعنی کسی نمیتونه بگه بابا از هادی، ببخش اینجوری میگم، از ستونتر از لاشیتر از هادی دیگه تو ایران نیست از زرنگیش. ولی خودش گول خورده طرف ترنس بوده، گفته من دخترم، کشیده پایین وسط سکس، دیده لاپاش کیره. ترتیب هادی رو داده بعد یا نداده؟ چی شد هادی را دستی؟ چیه بی خیال عملیات شدم، خود شدم شلوارم و لباس و پوشینه آمدم بیرون. حادی حقشه، کاری با هم یه نفتی آمد. من نمیدونم، یعنی من نمیدونم این فاز شیمیلا و ترنس هایی که لاپاشون کیر دارن و بقیه رو گول میزنن به پسرها میگن ما دختریم چیه؟ چرا یه کسی مثل من که این همه زمینه داره، همه میگن آریان لاپاش کسه ولی کیره، من از کس فراری هم، ولی چند تا شطور که هیکلاش رو نگاه کنید از 100 تا مرد هیکلی ترن، چرا میخوان خودشون رو دختر جا بزنن؟ عشقم زمینش رو نداری، چرا تلاش میکنی؟ چرا؟ کمبودشون رو میرسن. الان آریان جون منظوره دقیقا جمیله دیاره یا نه؟ نه جمیله که به همه میگه لاپام کیر دارم. اگه من نمیگفتم، منم مثل اون بند خود الان جای هادی بودم. هادی اگه یادت باشه تو لایو آریان از من خواستگاری کرد تا قرار شد برای من بگیره، تا فهمید نه بابا اینجا یه خبریه، گفت نه حقشه بگیرش بیفته بذارن در. گفتم غلط یادم، نمیخوام یادم. بعد من مثلا هر کی بهم هادی چون ستون ایران، هر کی بهم پیام میده، هر پسری هنوز نگفته سلام، میگم من پسرم. منم همینجورم، من رو باری کرد تو ساده گفت. ببین تو یه انسان صاف و ساده ای خودتی، زیر و بم نمی کشی یاری از من دورت میگرد. من اگه خب. امروز یک من اگه خب. امروز یه کون محبوبم، اگه امروز سازان مثلا منو به عنوان کون به رسمیت شناخته و تیک آبی منو داده، به خاطر صداقتمه. من 16 سال ستون ایران دارم کون میدم، یه دونه مشتری رو بیار بگو من از آریان کردم راضی نبودم. همه تو راضی، خدا و تو راضی، مطمئن باش. من یه سوال دارم آریان، انشالله بعد 80 سال، بعد 90 سال که بخوای این شغل رو بذاری کنار، نمیخوای چوله رو اهدا کنی به یه بند خدای اون راه تو رو بره؟ یا میخواد چونه تو ببری بذاری موزه یا تو رجون با خودت میخواد ببری روی خاک خودم. بده با خادی بذار باید ادامه بده. عشقم سوالت خیلی قشنگ و به جا بود. بعد از این که من تو 70 سالگی بمیرم، من به اون سمت کون میدم. آها میبری اون دوریا. بله من چون وقتی که بمیرم میرم تو جهنم، نه به بابت که کون دادم تو این دنیا، نه بابت این که برم به جهنمی ها کون بدم، یک کمکی بکنم. معمولا کس ببخشید اینجوری مثال بزنم، یه جای زلزله میان، نمیرن که میرن به زلزله ها کمک کنن، نون میدن، چادر میدن. منم چون کونم، وقتی که از این دنیا برم نمیرم تو بهشت، من میرم تو جهنم و اونجا به جهنمی ها کون میدم. من آیا ازش میدم چیدی میگیری، پاداشی میگیری یا مفتی میدی؟ من میرم تو جهنم کون میدم که به اینا رو به راه راست هدایت کنم، اگر که مسلمون نبودن مسلمون بشن، اگه کار بدی کردن توبه کنن و بعد از چند وقتی که کون منو کردن آدم خوبی بشن و از جهنم
برن تو بهش. آیا به نظر شما، شما هم میری بهش بعد اونا یا نه؟ خب من یا شما بخوای تو جهنم بمونی خدمت؟ ببین من هر جایی که ببین هر جایی که من برام جهنم و بهش مهم نیست. من بهتون تو لایو قبلیم گفتم من فقط دوست دارم به خلق خدا کون بدم، فقط خلق خدا از من راضی باشه و همه جا بگن که چه کون خوبی بود و اسم خوبی از من یاد کنه. همین. من اصلا این دنیا مال دنیا، جهنم بهش تو قصد زندگی کنم، ماشین این زیر پام باشه، این اصلا این چیزا برام مهم نیست. من اینکه دوست دارید طبقه چندم بهش برید، یک دو سه چهار پنج، چون میدونید بهشت و جهنم هر کدوم هفت تا طبقه دارم اگه بدونید. خب شما دوست دارید طبقه چندم؟ چون آدم بسیار خاکی هستم و سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم و نون حلال خوردم و چون کودک کار بودم زیر زمین. زیر زمین داره؟ نه داره. طبقه اول تا هفتم چیز داره دیگه، همون بیسمنت، به انگلیسی میشه بیسمنت، یعنی انباری رو میگیم زیر زمین، اون جایی که وسایلای مثلا آخه چون تو بهشتم هر روز چنج میشه دیگه، تیوی جدید میذارم، مبل جدید، شهر بازی اینا که قدیمی میشن میذارن تو انباری، من اونجا میرم. پس ما آسانسور میری انباری به انباری. من که خب چون آدمایی توی آخه چون اونجا خب تو بهش آسانسور وجود نداره، ما همه بال داریم، ما فرشته ایم، پرواز میکنیم. آره. من یکی که بهش تا پسند گرفتم جای پیرمردا و خیلی چی بهش میگن خیلی از این پستوریزه هاست، ولی جهنم خوبه. فکر کن هرچی کیس و کباب و چیز تو جهنمه، ولی بهش نه، جهنم خوبه. آره با میگن اونجا پول گاز هم نمیخواه بدی، آبجوش رایگانه، یک سر آبجوش. منم ببین من آبجوش رایگانه، من یکی مخصوصا من یکی که تو به من قضاوت فقط چای و آب و سیگار کنارم باشه، اونجا من چاییم به راه دیگه، سماور همه چیز پول گاز من تا نمیاد، قبض گاز، قبض آبجوش، هیچی، راحت. قبضم اگه بیاد با صابخونه است، دیدم با ما نیست که، ما مستعجلیم با صابخونه قبض. ولی خب من خیلی خوشحال شدم که من چون آدم سرمایی‌ام اونجا همیشه گرمه، مشکلی ندارم. زغال رایگان، برق قیوم، آبجوش رایگان، ایزوگام، همه چی خیر داغ، همه چی رایگان. همیشه لاش خیره، علف کرده است، لاش هم خیسته، جلمل هم نمیخواد. آره خلافکار هم همه جمع من اونجا میشینی با هم دیگه برق بازی میکنم، حال میدید. آره لیدا میشینه قیوم میکشه. آره دیگه اونجا من و هادی میریم دور دور بیریم قشنگ آتیش بازی. راستی به چی هادی شما جمعه سیاه ندارید؟ چون هفته بعد جمعه سیاست. چی هست؟ نه ما بلک فرایدی نداریم اینجا. بلک فرایدی بعد تخفیف کرد. بلک فرایدی جمعه سیاه یه روزیه که همه چی آف میخوره، همه چی ارزون میشه یک روز. نه بابا اینجا فیزا هر یه دقیقه گرون میشه، چون روز به روز داره میره بالا، ارزونی کجا؟ یه روزه فقطش، هم یه روزه، یه باید پول بری، یه روزه. نه بابا اینجا میگنیدی هم باید پول بری، درست میگنید مثلا بیری با بقبالی، بیری سوپری پدیر میخری 40 تومن، فردا بیری یهو بهت میده 45 تومن، پس بعد رو بیری بهت میده 50 تومن. اینجا به دول آخه چون الان بلک فرایدی همه جای دنیا اوکی شده، همه دارن. نه ایران بلک فرایدی ایران نداره، ولی خب بچه های مثلا کسایی که حالا اکثریت دکتر مهندس هایی که حالا دکتر های ایرانی که حسابای چیزی دارن، حالا کشور اروپا، حالا هر کدوم از کشورها میتونن مثلا خرید بکنن، ولی خب تو خود ایران ایران نداره، ولی خب خیلی میشه انجام. آره از منطقه ما که نیاز به این نیست بلک فرایدی، خب چون شکر خدا یه جمعه بازار اینجا داریم، همیشه جنساش ارزونه.
مثلا تخمه ای که 180 هزار تومنه تو مغازه، اینجا کیلو 70 75 تومن، چه تخمه ای همیشه ما داریم. آره چون نه برای بلک فرایدی همه میرن ترکیه، الان همه دارن میرن ترکیه خرید وان. نه اینجا خبر نیست، اینجا داره رود به رود یلسا داره میره والا دوره میگرد. آره بلک فرایدی کی است؟ بلک فرایدی هفته بعد، جمعه بعد بلک فرایدی. بعد که اینطور به چه روزی آف دارن تو ایران؟ مثلا چه روزی یک روزی که تخفیف میخوره همه چیا؟ هیچ روزی تخفیف نمیخوره، فقط جمعه، فقط جمعه ها، اونم جمعه بازار. یه آخر بلوار تبریزی، بلوار دوم. ما یک دیوار مهربانی داشتیم مد شد یه 5-6 ماه بعد جمع، همونم جمع شد دیگه نیست. البته چیزهای مختلف داره مشهد، حالا جدای از جمعه بازار، یک شنبه بازار امام هادی هست، سه شنبه بازار توس هست، چهارشنبه بازار سیدی هست، سبا، اینا رو هم دارن. بازارش هم همچین هم ارزون نیست ها جبیل جان، دوره بازارش یک شنبه بازار، نه شنبه بازار، جمعه بازار. بسته حالا هم فرق تو بیرون، شاید فرق تو بیرون مثلا اندازه 10,000 تومن 20,000 تومن باشه. البته این لیست تو بری بیرون یه باده، البته شب باز بازاری اوکی خبرو نیست. بچه بریم رو بحث خودمون، حالا این بینا رو بذاریم کنار. هادی چند سالته؟ من 35 سالم. چه حسی داری تو 35 سالگی؟ هیچ، یه حس بدبختی که نمیشه گفت، خیلی حس خستگی دارم. اگر خسته ای هادی جون این روزگار این مردماش، لیدا خانم ملکه و جمیله لطفا بدون اجازه صحبت نکنین وقتی یکی دیگه داره صحبت میکنن، مرسی. قانون لایو کشم بهتر. من امشب میخوام هادی رو به چالش بکشم. هادی ستون ایران، اگر صبح بیدارشی قدت 1.80 کیرت 30 سانته هیکلی خوشگل، اولین کاری چیکار میکنی؟ به چه دردم میخورم؟ اینو به من بگو. مثلا قدم بشه دومه، بشم خوشگل، بشم نمیدونم فلان بازیگر، به چه دردم؟ خب نه میخوام حس تو بدونم. مثلا اون اشکال هایی که باید توی زندگی میکردم نکردم، یه الان 40 سالگی به چه دردم میخورم؟ خدا میدونم قدم یک دعوت بده زیبایی بده به چه دردم. عشقم تو مردی اون... یا مرد تازه از 35 سالگی شروع میکنه به اشغال کردن؟ نه واسه با تموم شده، نه دورت میگم ناشوی هم نمیکنم. شما میخوای اشغال کنی، اشغالت از 18 تا 30ه، 30 به بعد دیگه احساس افسردگی میکنی، احساس چسلی میکنی، احساس بی‌حوصلگی میکنی، حسنه هیچ دیو نهاری. الان به چه دردم میخوره؟ خدا به من یک نوت بده، به من زیبایی بده، به چه دردم میخوره؟ کجا رو میخوام پر کنم؟ کجا میخوام ببرم؟ اون موقع که باید میداد نداد، الان که به دردم نمیخوره بیاد بده. خب الان یه چیزی بهت بگم ستون ایران، الان یه نمونه بارز بالا سرت نشسته، اگه به جای لیدا بودی چی کار میکردی؟ من واقعیتش رو بخوای اگه به جای لیدا بودم میکشته بودی؟ یک، به خودم اصلا دست نمیدادم، اصلا دست نمیدادم، یعنی جنسیت رو عوض نمیکردم. خب میداشتم همون مرد بودم. بله. دو، اگرم به خودم دست میدادم 100% میرفتم اونجا هم عمل میکردم، یعنی کس میذاشتی که لاغت بودم تا یه حدی دهن ملت رو ببندم که انقدر نیام بی خود و بی جهت به من توهی کنم، بگن خیلی ببخشیدم تو روی خودشم برم میام، بیام بگن تو حاکمی، تو فلانی، تو بیساری، لای پاد انقدر چیر داری، انقدر پستون داری، خجالت نمی کشی، صداد مردود هست، قیافت مردود هست، هیگرت فلانه، فهمیدید؟ اول از همه اگه میخواستم ترس بشتم بله بله خودم باشتم اون ترسی که میخوام میکردم، دو ای که عملم میکردم که دهن ملت رو ببندم، که هر جمعه به من
قبول نکن اینقدر جیر داری بگم نه اینقدر خوست داره برای اون خوست نداره که دهنش برای والا به خدا واقعیت رو دارم میگم یه چیزی الان یه سوال دارم ستون یه چیزی بگم چرا الان بفرمایید ستون تو میگه من اگه به جای ملکه بودم کس میذاشتم که دهن مردم رو ببندم وقتی کس میذاشتی و شوهرت تو رو تو تخت میکرد آبت نمیومد اون موقع چیکار میکردی؟ دهنش اون موقع لحاظ روحی ارضا میشدم اگر از پایین ارضا نمیشدم سعی دیدم لحاظ روحی تخلیه میشم البته واسه اونم راه و چاره یه واسه اونم قرص هست آمپول هست شربت هست واسه اونم هست اینا به علم پزشکیه؟ آدمی خب پزشکیه کسی که میره عمل میکنه کس میذاره واسه ارگا شدنش هم یه فکری براش میکنم دیگه همینطوری بگه بیان بدارم این یک بدرش برو خدا خب اوکی شمایی که ستون ایران شمایی که ستون ایران شمایی که اینقدر ماشاءالله علمتون خوبه و توی صنعت علم و پزشکی و تو کس و کیر مردم هستید میشه من تو کون حامله کنی؟ هنوز من هیچ انسانی از چون حامله نشده چه حیمونه چه ارائه خب مگه چون تنها... خب نه وقتی که خب وقتی که وقتی که شما میخوای وقتی که شما میخوای مثلا کیره هاشمو ببری یه کس بذاری و آبشم بیاری پس قدرت اینو داری که کون منم حامله کنی نه خب پس پس چجوری کس هاشمو میخوای آبدار کنی ببین من که آبدار نمی کنم اونی که میخواد پای بزنه یه سر آبدار میکنه فکر کن شمایی اون یه خودش میدونه اون میدونه اون طرف خودش خب من فکر کن شما میدونه فکر کن شما میخوای کس هاشم آبدار کنی بفرمایید اول با بخوره بفرمایید اول اینکه من اصلا کس لیدا خانم رو آبدار نمی کنم دو اینکه من اصلا در حد لیدا خانم نیستم لیدا خانم بزرگ ما هستم من دارم میگم خدا چرا زن آفرید چرا زن و آفرید مرد به وجود بیاره یا از دو کسش نه از دو چونش دورت میگم تو خودت داری میگی من از چون حامله میگم داری در حال که شما چون حامله نمیشی فداشم تنها راه حامله شدن رحمه یه لحظه ببخشید با اجازه جمیله ستون مشهد ملکه ستون اینستا و ستون ایران هادی یه خانومی نوشته خدافظ خانم محترم من یه کونه با اصالتم نمیذارم هیچ کسی تو لایو من بگه خدافظ شاید من با همه خدافظی کنم و سیکشون رو بزنم ولی هنرم کونه با اصالتم که 16 سال زیر کیر خوابیده اجازه نمیدم توی 2000 که از سر راه اومدی تو لایو من به من بگی خدافظ به هنر من بگی از کامنتی که گذاشتی یه عمر پشیمونت میکنم خدافظ بذار بلاکش کنم داخل 4 تا پیج بلاک شدی داخل یوتیوب بلاک شدی همه جا بلاک شدی دیگه نمیتونی لایو منو ببینی هیچ جای دنیا برمیگردی به زندگی دارکت خدا نگهدار من یک هنرمندم هنر تو کونمه نمیذارم نگاه کنی لایومو من ستون ایرانو که الان با این همه حرفای قشنگش داره ما رو خوشحال میکنه نمیذارم بهش توهین کنی تحریمت میکنم خانم تموم شد بله من جن میگیره تا زمانی که با من خوب باشید نوکرتونم هستم کیر و خاید و کستتون رو میخورم رو سرم میذارم خدا نکنه برخلاف من برخلاف ایده های من برخلاف قانون های خط قرمز لایو من را برید تمومه تموم شد چور مخارن آره. خب بگو برخلاف آریان را برید چور مخارن آره عزیزم واسه همینه که خدا رحمتون با زنها گذاشتن که بتونن از طریق اون رحیم باردار میشن و امثال من و تو رو به وجود بیاورن دورت بگردم هیچ موجودی رو شما پیدا نمی کنی از توی سوراختون حامله بشه دورت بگردم نه چجوری ببخشید مسئله من اینجاست شما با کون من مشکل دارید یا با بچه مشکل دارید نه آخه نه تو داری بگی من از چون باردار میشم میگم اشتباه میکنم من نگفتم من عشقم ستون ایران هنوز عشقم دوره بگیرم یه لحظه
هنوز اون علم پیشرفت نشده، اون تکنولوژی هنوز نیومده که بخواد زنها بیارن اون سوراخجون حامله نه بشن. میگم چی گفته؟ هر موقع اون اس تکنولوژی ها اومد، هر موقع اون علم میگم اومد، اون سوال موقع شده من، میدونی از سوال من اینه که چون حامله. شمایی که داری نظر میدی در مورد، ببخشی میگی کس هاشم من آبدارش میکنم، من نگفتم اینقدر همه قدرتش رو داری، گفتم میشه کونه منم حامله کنی؟ نه نه آریان، هر دو دهنه من ندارم، مگه خانم ملکه مگه نگو یه راهی هست برای آبدار شدن کس شما؟ ببین دقت نکنی آریان چون منظورش اینه که وقتی که داره یکی منو میخوره این آب دهنش میریزه خیس میشه، فکر کنم منظورش اون. نه بحث عوض نکنید خانم لیدا ملکه، مگه هادی نگفت لیدا کس بذاره آبش هم من اوکی، آبش هم اوکی میشه، علم پیشرفت کرده آب لیدا میاد درسته؟ حالا منی که میگم اینقدر علم پیشرفت کرده و شما تو این پیشرفت دست داشتید که خدا خیلیتون بده و انشالله شما رو نگه داره این علمتون بر سر ما، میشه کونه منم حامله کنی با علمت؟ علی من نمیشه، حالا اون تکنولوژی نیومده کار نشود، سوراخ‌جون شما را کار نشود نداره، همیشه که توی دستگاه شیشه‌ای بچه رو بدون وجود مادر به وجود میارن یا گوسفند یا آدم کار پس نشود نداره، علم داره پیشرفت میکنه، هر جایی هم که دوست داشته باشن بچه رو به وجود میارن. بله درسته، ولی به اون حد نرسیده که بخواد زن بیاد از چون حامله بشه یا مرد از چون حامله بشه. درسته شما نشنیدی، ولی خب کار نشود نداره. من کار نشد. خب حالی یه سوالی آقای حد نرسیدیم که بخواییم چه مرد چه زن از چون حامله بشه. حالا ستون یه سوالی دارم، میشه به ما و بینندگان عزیزی که هزار نفر تو لایو بگید چجوری کس لیدا رو آبدار میکنی؟ بابا من آبدار نمی من دارم میگم اون یه دیگه بخواد بیاد باید تو رابطه او شاید بتونه این بند خدا رو خب اوکی ما کنه. ما فرض یا جسمی یا روحی یه وسیله به خودش نه. داره، ولی اگه من دارم میگم، ولی اگه من یاش بودم بی مرومیت میرفتم عمل میکردم با دهن یه در رو ببندم چه نه یا خسیر بگم بگم هاشم فلان بیسار لای پاش اینقدر چیر داره نمیم دنبال بچه بازه دنبال فلان بیساره هادی جون فهمیدی؟ اگه دنبال اینی یارو بگم نمبری آدما دهن آدما هیچ وقت بسته نمیشه، هیچ وقت بعد هیچ وقت بسته من برم خودم رو خب ببین، ولی خب اون کارو میکنم وجدان خودم راحت شه، اون کارو میکنم وجدان خودم راحت شه. نه اتفاقا بهترین وجدان رو الان من دارم با آرامش کامل مدار کاری به کسی ندارم، مردم دهنشون گشاد. از یه سوال دارم، یه سوال خودمونی دارم بفهم. میپرسم خواهش کنم از دستم دلخور نشو، ببین رفاقت رو دارم بمیدم و چرا هیچ پسر سمتت نمیاد؟ میشه به من میگی چی گفته نمیاد؟ همین الانش کمتر از یک ماه 6 تا خواستگار دارم لینک در حوال میدونم، حالا هرچی هم اومده خالی ندارم، حالا هرچی هم اومده یه هفته این بود داشته رفته، میدونید دلیلش چیه لیدا یا خودت از همه با بهتر میره ما اجای تو نیستیم تو رو ترک کنیم. نه دیگه آدی جو من از بهشون اوکی نهیدم، کجا رفتن؟ شیشتاشون هم هستن اون تذره اوکی یا چی؟ اون سریای قبلی. خب دیگه اون سریای قبلی برمیگرده به ذات اونا، من که نباید جواب بدم. لیدا جان شکر میونه کلمه، یکی همین تقریبا یه ماه بود پیش که حتی خونت هم بوردی با هم یه نشستی شام خوردی نخده باری کردی چه بدونم غیری اون چی؟ تو چه گفتی من داره میخوام با اون نمیدونم برم شریک بشم برم فلان بشم بیسار اون چرا گذاشتم؟ میشه به بگو اون نزاشت بره هادی جون، من اینو قبلش به آریان جون گفتم، گفتم مردای ایرانی اینن، اگر خودتو مفت در اختیارش بذاری تحویلش بگیری بالا بالا ببری چند وقت دیگه میگن یه پولی هم بذار تو جیبمون، اینقدر پر رو و گستاخن. خب مشکل از من نیست، مشکل از مرد ایرانیه نه مشکل از من. اوکی من مشکلی ندارم. ولی من ستون شما در فعلش رو فکر میکنی چیه چون کس نداره؟
نه صد درصد آریا، صد درصد، صد درصد، 60 درصد، صد درصد. خب حالا نه ما به صد ما به نظر ستون ایران اگه نباشه تهران کج میشه، آریا احترام میذاره. یه چیزی بگم، یه سوال دارم، بفرم. یه مثال من، یه سوالی دارم، یه مثال ساده میزنم، یه مثال ساده. دو تا میوه رو جدات میذارم، دو تا میوه، یه سیب قرمز خوشلب خوشلب، یه سیب قرمز خراب، شما کدومشو برمیدارید؟ خراب. به نظر شما؟ من خراب برمیدارم. چرا خراب برمیدارید؟ چرا خراب برمیدارید؟ خراب برمیدارید بخورید مسموم بشی؟ بخورید حالت بد بشه؟ نه دست سالم بردم دلم از زده، میخوام خراب بودم. یعنی یه مثال ساده زدم، یه مثال ساده. خیلی خیلی ببخشید حرفو دارم میزنم، خیلی خیلی ببخشید، من دارم رفاقت داره با هم یه صحبت کنیم، تو رو خود از دستم برخوا نشیا لیدا. شما ببخشید، من دارم میگم، من جدای هزار نفر دارم از تو مدرس دارم خودمونی صحبت کنیم، یه وقت از دستم برخوا نشی دورت میگردم. شما چجوری بدونیم شما الان حکم اون سیب خراب رو دارید؟ درست میگردم. خب این از ببخشید کنم، من واقعا مدرم نظر شما من میتونه این جواب ها دیره بدم. نمیگم خراب خراب، نمیگم تو خرابی، نیمه خراب، تو خراب. من خراب، نیمه خراب، من اصلا من خراب. من دارم اون رو میگم، میگم شما حکم اون سیب دوبو بذاری. چرا؟ چون شما لای پاد این هوا چی داری؟ این هوا اینقدر ظاهر مردونه است. تنها فرقی که هادی، تنها فرقی که الان هست این که شما یک به سینه کشتی، یه خوردم به این صدا رو مثلا زرونه کرد. من خودم سر تو با ایرادم، من خودم سر تو با ایرادم، من خودم سر تو با ایرادم. عادی بذار من جواب بده، من مثال دادم، یه من خوبه جواب بدم، واسه جواب بفرمایید. ببین عادی جان، آدم دیوانه اون سیب سالم آور میداره، در عرض 2 دقیقه میخوره تموم میشه. خب آدم عاقل سیب خرابه رو ور میداره، شاید اون لحظه نتونه بخوره، ولی ازش یه مربا درست میکنه، میذاره کنار، کم کم میخوره. فهمیدی؟ حالا لیدم همون حرفی که زد همون درست. من ساده نیستم، من دارم سوال خیلی از فالوورها رو از شما ها میپرسم، شاید سوال خیلی از فالوورها باشه. دوره میگردم میتونی جواب بدم پرچانه سوال. من خودم ببینیم، من خودم پای بیابونم، من خودم چون این حرفا میدارم، من دارم از طرف فالوورها دارم از شما ها سوال میکنم. گوش کن تا جواب بگیریم، شاید سوال خیلی از فالوورها باشه. تا جواب بگیریم، سوال طولانیه، یادم رفت. ببخشید، بفرمایید. سوالات رو من جواب بشه بدم. بپرس جواب بدیم. طولانی من سوال و جمیله اینه. بذار. خیلی خوب. سوال و جمیله اینه. همین تو ببین. میگم جمیله ببین، کسی که سمت من و جمیله میاد، خب یا سمت آریان عزیز، میدونه ما چه جنسیتیم. به قول شما میدونه این هوا یا اون هوا. ببین آریان، اجازه بده، اجازه بده. اش اولا اشکم من خودم یه لحظه ببخشید. ستون ایران زمین تا آسمون. نه یه لحظه ببخشید، یه چیزی بگم. ستون ایران ملکه اینستا جمیله، یه لحظه ببخشید برچانه لطفاً. من تا زندم تو لایبم چرا اسم منو میارید؟ من خودم زبون دارم. ملکه اینسا از خودت مایه بذار، چرا اسم آریانو میاری؟ من خودم ماشاءالله زبون دارم اینجا. آره آریان
من جون داشتم مثال میزدم نذاشتی حرفمو تموم کنم. چرا منو مثال میزنی؟ من خودم اینجا زبون دارم ماشاءالله، هم با زبونم همه رو زخمی کردم. آره گوش کن چی میخواستم بگم. پس میگم کسی که سمت من جمیله و آریان عزیز میاد میدونه ما چه جنسیتی داریم، اینقدر داریم یا اینقدر داریم. خانم ملکه تو چجوری به خودت اجازه میدی منو با خودت و جمیله مقایسه کنی؟ عزیزم مثال مقایسه که نه آریان تو چجوری به خودت اجازه میدی منو با خودت و جمیله مقایسه کنی؟ مگه هدف تو نبود فرهنگ سازی که بخوای بگی آریان ترنس نیست و من اگه تو لایوش میرم فقط فان آریان داره کون میده؟ چجوری اینجا داری از من مایه میذاری؟ تویی که میخوای به فالوورت ثابت کنی که آریان، من میرم تو این لایو مثبت 18 خارجی که ببخشید من مثل آریان نیستم، چجوری اینجا منو مثال میزنی؟ ببین من با همه شما فرق میکنم. من یه پسرم، من نه تو هم نه جمیله، خودم ماشاءالله هزار الله اکبر با زبونم همه دنیا رو زخمی کردم. هر وقت میخواستی در مورد من صحبت کنی زمانی که نبودم صحبت کن، وقتی که سلطان اینجا نشسته اجازه خودش صحبت میکنه، ماشاءالله زبونش زبون داره. هادی جون آریان جون باستید یه تفاهم پیش نیاد. خب من منظورم چیزی دیگه بود. خب حالا شما چی؟ من میگم کسی که میخواست سراغ من یا کسی نزمید. اوکی چشم، یکی میاد سمت من و جمیله جون، خب میدونه ما ترنسیم، بین پامونم بله یه خبرایی هست، خب با اون حال میاد. ما سر کسی کلاه نمیذاریم، ما میگیم که ترنسیم، جنسیتمونم پسرانه هست، با اون وجود طرف میاد سمت ما. اوکی منظور ما همینه. خب حالا من جواب هادی رو بدم. هادی اینو از من پرسید. ببین هادی جان، حالا من حرف لیدرم تصدیق کنم. خب به گفته آریان ما هیچ وقت آریان نمیشیم، درسته، و خود گفته هادی، ولی هر گلی یه بوی داره. این از این. هادی جان ببین، اگه کباب باشه جسمی از همون جایی که میدونی من ارضا میشم یا ما ارضا میشیم، اگه کباب نباشه که خب نمیشه. و نقطه دومش، 99.9% آقایون وقتی میان، ببین اول اینجا میاد، اینجا شروع میکنه به خوردن. یعنی هر کی میاد برای اون دور از خانم جمیله، دور از جون ستون ایران. هادی که گفتم، نه هادی اصلا گفتم اون 1% است که میسازن توی اینا. من هادی نفر اول. بچه ها ببخشید لایف تموم شد، همین الان میذارم دوباره بیان که این بحث تموم شد. بذار چیز میشه؟ چقدر لایبای از عارفی شیرینه، زود تموم میشه. آره واقعا.